سلام به همگی خوش آمدین به یک ویدیو دیگه معمولا این وقت‌های شب و زیاد برای شما معمولاً این وقتهای شب ویدیو آپلود نمونام ولی یه خبری خیلی مهم و یک خبری جدید درباره دوچ کوین و همچنین درباره بازار ارزهای دیجیتال بود گفتم دربارهش ویدیو بسازم یک ویدیوی کوچیک و یک ویدیوی کوتاه درباره از این خبرها برای شما معلومات بدیم و زیاد وقت تانه نمیگیرم اگر تا حالا ویدیو را لایک نکردین خیلی خوشحال میشم ویدیو را یک لایک بیدین اگر تا حالا عضو کانال یوتیوب ما نشدین پیشنهاد میدیم بریم پایین روی دکمه سابسکرایب بزنین زنگوله نوتیفیکیشن هم روی آل قرار بدین تا از ویدیوهای جدید و آینده ای ما بیخبر نمانین خب دیگه همه شما که قیمت های حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال هم دارین دیگه زیر دارین مریم سراغ خبرها خبرها از این قرار است که ایلون ماسک در یک ریتوییت تی چند ساعت پیش چند ساعت پیش گفته که البته یک کس دیگه به نام هیو دیوی دیولی دیولی, دیولی میشه آره دیولی درباره دوچ کوین اینا صحبت کرده بود و از ایلون ماسک سوال کرده بود و ایلون ماسک جوابش با یک ریتوییت با یعنی در توییترش جواب داده گفتم من دوچکوین کوین دارم و دوچ کوین های, یعنی های من نفروختم هم و همچنین یعنی فرض مثال دوچ کوین های نخواهد فروختم خبر مهم و خبر مثبت هستم و یک مقدار روی قیمت دوچ کوین تاثیرم گذاشتی دوچکوین کوین که خیلی ریزیس کرد خب در حال حاضر یک مقدار کلا بازار کمی بهتر شده سبز شده ولی دوچ کوین هم یک مقدار بیشتر رشد داشت و همچنین درباره از یک تویتر دیگه ایلون ماسک که من امروز در استوری ای اینستاگرام هم ایره برای شما در اشتراک ماندم و در وی توییترش اینجوری نوشته که How much is that doge in the window البته ایره سوال کرده از مخاطبین چه یا از فالوور سوال کرده که مثلا شما چقدر دوچ کوین در چارچوب میبینین و اگر من ایره برای شما زوم کنم میبینین یک دلار بره دیده میشه و بعدش رویش عکس دوچ کوین هسته و همچنین شایعات اینا هسته که میگه ایلان ماسک قرار ارز دیجیتال شخصی خودش را اندازی کنه و در اینجا نشته سایبر ویکینگ سایبر ویکینگ من, دقیق متوجه زی منظور زیر من دقیق متوجه نشدم اگر کسی هستن مفاهمین در کامنت برای من بنویسین و ایره در شبکه خبری یوتیوب هم پخش کرد که ایلان ماسک گفته ما کوین های من, من نگهداری منم نمفروشم اینجا گفته که بنیانگذار یا خالق ای تسلا آقای ایلان ماسک گفته ما کوین های مرا نمفروشم خبر کاملا مثبت و خوب هستن پس ایلان ماسک یک برنامه هایی با دوچکوین داره و در حال حاضرم قیمت دوچکوین چیل سنت هسته خب چند وقتی هست که ایران ماست تحت فشارات خیلی بزرگی قرار گرفته در شبکات اجتماعی و همچنین در کل بازار به خصوص بعد از اینکه بیت کوین یعنی فروش تسلاهاش با بیت کوین من شایعات و انتقادهای خیلی مختلف در شبکات اجتماعی درباره دوچ کوین درباره ایلان ماسک هستند و بعدش صرافی ساتو اکسچنج شی توکن شیبا هم در صرافیش لیست کرد و بعضی ها توکن شیبار هم خریدن از ما سوال هم کردن که آیا ببخش ای در, ب... در 23 ماه می امروز 20 می حالا نمیدونم توی ویدیو رو چی وقت میبینید 23 می آ... توکن شیبا در اونجا لیست میشه و اینکه بعضیا بعضی ها درباره شیبا از ما سوال کردن که آیا شیبای ما بفروشیم خب همه روی ضرر هستن من خود من اندازه 19 میلیون توکن شیبار دارم در حال حاضر خیلی هم روی ضرر هستن واقعا یعنی تقریبا یک چهارم شده از قیمت اصلی و من روی, روی سودم بودم یک وقت نفروختم گفتم بذار برای بلند مدت نگهداری کنم و برنامه بلند مدتم با شیبا دارم ولی به نظر من شیبا پس دوباره میتونه رشد کنه همون رقمی که در ویدیوهای قبلی درباره شیبا زیاد برشون معلومات دادم و خبر دیگه درباره سیمون یک یک عکس جالب در تویترشان به اشتراک گذاشته که یعنی نمونه کسانی که توکن سیو مون نه نگهداری مونه یکی فقط نگهداری مونه یکی نمفروشه فقط یکی م... وقتی در ریزیش هستن مفروشه وقتی در رشد هستن مفروشه و اینا چه جالب بود بزار اینجا چیزای مختلفی نوشتم و یک جورای سوالی هم هستم بعد شما کد... کدام یک از این دستا هستین این دست زرد که در در ریزیش میخره در رشد مفروشه یکی دیگه شی. فقط یعنی فروشه و یکی دیگه شم گفته فقط نگهداری منه خب یعنی در هر دو صورت دیتایش یکی میشه خب شما کدام یکی از اینا هستین و خبر بعدی درباره سیمون در چین در مینستریم یعنی مینستریم کلا عموم بازار میشه یعنی شبکات اجتماعی درباره سیمون صحبت کرده. اینجا میبینین دوچ کوین هستن بیت کوین هستن هیچ نمیدونیم چیه وی چین و بعدش سیمون بیبی کوین ما هر روز در حال رشد هستن خبرهای مثبت هر روز درباره سیمون میایه و همچنین یه خبری را که در در ریدیت در شبکه ریدیت سیمون پخش شده که در حال حاضر اپلیکیشن به نام سیمون در چیز دیدم شده در اپ ستور و گوش زد کرده که این اپ ای اپلیکیشن فیک است کسی دانلود نکنه اگر دانلود کنین یعنی حتما کسی دیگه ساخته پس از این یعنی با خبر باشین اگر شما یک وقت در گوگل پلی یا اپ استور این اپلیکیشن سیمون میبینین اینا مال خود سیمون نیست تا حالا خبرش نموده و بعدش تیمی سیمون در حال حاضر در در آلمان و پولند پولند را لهستان فکر لهستان میگیم در لهستان یعنی وارد شدن شروع به فعالیت اینا کردن ببینیم با کدام برنامه جدید کار جدید و قراردادهای جدید از آلمان و لهستان خواهد آمد و بعدش اندیلیان، اندلیان یک اینفلوئنسر خیلی بزرگ است در بیشتر در توییتر و یوتیوب فعالیت داره درباره سیمون اینجا یک توییتر زده درباره کمیونتیشی و اینکه از کمیونیتی از کمیونتی سیومون یا انجمن سیمون خوشحالی کده یا تشویق حمایت کده بعدش خبر جدید مهمی که امروز در شبکه خبری کوین تلگراف چند لحظه پیش یک ساعت قبل پخش شد و خبری است که صندوق خزانه آمریکا از این به بعد کسانی که ارزهای دیجیتال معامله بیش از ده هزار دلار باید در دفتر مالیات راپورت بدهن خبر بدین و من قبلا گفتم برای شما هر روز قانون های ارزهای دیجیتال بیشتر میشه و من فکر کنم به ما شما قای قانون درباره همین میم کوین ها خواهد دیدیم میم هایی که نو به بازار میاد چون اینا بدون بدون هیچ ثبت نامی چیزایی وارد بازار میشه یک مقدار میدونم بعضی میم کوین ها مم دارم شما هم دارین یک مقدار ترس دارم منظورم ترسی ترسی که ندارم منظورم اینا یک وقت نکنه کلا از بازار بکشه بیرون و خبر بعدی دیگه که آقای ویتالیک خالق ایتریوم بنیانگذار اتریوم یک مصاحبه با, با شبکه سی بی سی گفته در یا CNN ان که امکانش هست که بیت کوین پشت سر ایتریوم خواهد ماند. یعنی ایتریوم در عمل کرد بیت کوین پشت سر خواهد گذاشتن اگر همین تکنولوژی یا همین روند حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال ادامه بدهند نظر به تکنولوژی ایتریوم کاربرد ایتریوم استفاده ایتریوم ایتریوم میتونه اسمش چیه بیت کوین پشت سر بمونه واقعا خبر جالب هسته البته این خبر جدید نیست خیلی وقت است که در شبکات اجتماعی صحبت میشه یعنی متخصصان بزرگ ارسای دیجیتال همین نظ... از امی فکر دارن همچین نظری داره که در بلند مدت ایتریوم میتونه عملکرد بهتر نسبت به بیت کوین داشته باشه اینی بود از ویدیوی خلاصه ای امشب دوستان و عزیزان امیدوار هستم که ویدیو بر شما جالب بوده باشه بودن خیلی خوشحال میشم ویدیو اگر لایک بدین اگر تا حالا عضو کانال یوتیوب نشدین خیلی خوشحال میشم کانال یوتیوب را سابسکرایب کنین زنگوله نوتیفیکیشن رو روی آل قرار بدین تا ویدیوی فردا خدا نگهدارتان